افغانستان به دلیل داشتن اقلیم خشک به صورت عموم دارای پوشش سراسری درخت و جنگل نیست، اما مناطق مشخص در کشور به دلیل داشتن اقلیم مناسب دارای پوشش سبز گسترده است. در هرات در برخی مناطق این شهر جنگلات گسترده وجود دارد، اما گفته می شود که در سالهای اخیر این جنگلات از سوی برخی افراد به شکل بی‌رویه قطع شده و این موضوع انتقاد ساکنان هرات را نیز در پی داشته است. دولت خواهشمندم که کسانی که باعث قطع کردن فضاهای سبز در شهر و در تمام مناطق هر گوشه کشور، هر گوشه شهر ما میشه، باید پیگرد قانونی و جدی برخورد کنه با او. فکر کنم این موضوع فقط فرهنگ قدیمی بوده که قبلا میشده، چون به اساس تیه هزوم یا چیزی که برای زباله مقصد ایجاد میشده، ولی فعلا فکر کنم کل شهروندهای عزیز ما به فکر سلامتی خواه هستند و سعی میکنن که به جای از اینکه بیام یک نهال یک سمره قطع کنن، فکر کنم فعلا فرهنگ سازی شده، نالشونی میکنن و یک ایده خیلی عالیه که انشالله ما به سالهای بعدی میتونیم یک سرسبزی محیط خیلی عالی داشته باشیم. این ساکنان خواهان حفظ و مراقبت از جنگلات و ساحات سبز هستند. محیط زیست به هم نزنم، یک دست به دست هم بدم به عوض یک درختی بوشونم و درختار قد نکنم، کار خوبی نیه. مثلا از دولت خواهش میکنم که از شارولی، از مردم کلن دست به دست هم بدم و یک شهر سرسبز بسازم بریم. در همین حال مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند که این ریاست به تنهایی قادر به پیشبرد این امر نیست. نصر احمد فضلی رئیس اداره محیط زیست هرات میگوید که طبق گفتگوی آنان با اداره زراعت هرات در ماهای آینده به این موزل توجه خواهد شد. نبود سوخت مناسب در و نبود سوخت برای خانوارها و خانوادهایی که بیشتر فقر اقتصادی دوچار هستند، این مسئله جدی هست و این بیشتر از طرف از اونای درختان و حتی بوته ها از اطراف اکناف شهر قطع میشه و برای پخت و پز و حتی تسخین خانه ها استفاده میشه که ما بارهای موضوع جدا نگرانی خود را اعلان کردیم و این موضوع هم از طریق ریاست محترم زراعت ارسال کردیم تا این موضوع جدا پیگیری بشه و حتی درخت های هم که در داخل شهرها و در داخل نواحی مختلف هرات قطع میشه از طریق ریاست محترم شورولی موضوع جدا پیگیری خواهد کردیم. آقای فضلی برخی افراد فقیر، معتادان و شماری از افراد ولگرد را متهم به قطع درختان کرد. قطع بی‌رویه جنگلات از سوی برخی افراد از دیر باز به این طرف جریان دارد و این موضوع به یک چالش جدی مبدل شده است. و این که این بار آیا اداره محیط زیست و ادارات مربوط اقداماتشان تا چه حد عملی خواهد شد، گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.